من امیرم، اینجا پیج ترکیه فیدم میره و امروز همجوری که میبینید بخواهم در مورد SAT صحبت کنیم. SAT چیست؟ SAT آزمون ورودی دانشگاه و کالج های آمریکا برای مقطع لیسانس و کالج است. خب اما فقط مخصوص آمریکا نیست، خب توی کشورهای دیگه، توی کشور انگلیسی زبون مثل کانادا، مثل انگلیس، مثل استرالیا و یا کشورهای اروپایی مثل آلمان و یا ایتالیا، حتی توی ترکیه شما میتونید با این آزمون وارد دانشگاه ترکیه یا بقیه کشورها در مقطع لیسانس بشید. و از چه موادی تشکیل شده؟ SAT از مواد ریاضی و زبان تشکیل شده که ریاضیش حدود 55 سواله توی 80 دقیقه وقت، و توی 80 دقیقه شما میتونید نهایت 800 نمره کسب کنید، یعنی بالاترین سطح نمره 800. برای زبان هم همینطور 800 هست، اما در واقع 44 تا سوال برای بخش رایتینگ و لنگویج تست ها هست، و برای بخش ریدینگ شما حدود 52 تا سوال دارید که توی حدود 60 دقیقه باید بهشون جواب بدید. خب اما توی بعضی دانشگاه آمریکا، دانشگاه تاپ آمریکا، یه بخش دیگه علاوه بر این دو تا بخش نیاز که بهش شرکت کنید. اون بخش چیه؟ اون بخش، بخش ریاضی، علاوه بر ریاضی بخش زیست، بخش فیزیک و بخش شیمی است که شما علاوه بر 1600 نمره 800 نمره دیگه دارید که وقتی وارد آزمون بشید، پس نمرتون زمانی که بعد دانشگاه آمریکا بخواید ثبت نام بکنید و تو این دانشگاه شرکت کنید 2400، یعنی یه 800 تا واسه زبان، یه 800 تا واسه ریاضی و یه 800 تا هم برای فیزیک و زیست و اینا داریم. اما برای حالت معمولی، حالت بیسیک آزمون SAT که از دو بخش زبان و ریاضی تشکیل میشه، 1600 امتیاز داریم که توی دانشگاه ترکیه، ایتالیا، آلمان و بعضی از کشور دیگه هم اکثرا همین سیستم 1600 است و شما نیاز نیست که وارد بخش زیست و شیمی و فیزیک بشید. خب بعد برای دانشگاه ترکیه شما نیازی نیست حتی رایتینگ هم بنویسید، خود ترکیه این قضیه رو حذف کرده، و شما برای زبان پس یه ریدینگ دارید، یه لنگویج تست. خب و اینم در مورد سطح آزمون میگم که بخش زبانش یه ذره سخته، خب یه ذره نیاز به کار کردن بیشتر داره، اما بخش ریاضیش بسیار راحت تره، بسیار راحت تر از دبیرستان ایرانه. شما شاید تا دوم یا سوم دبیرستان یا الان فکر کنم میشه کلاس 11 هم اینا کفایت کنه ریاضیتون برای آزمون، و نیاز نیست اونقدر وارد جزئیات توی ریاضی بشید. اما برای زبان باید سطح زبان لغتتون بالا ببرید، سطح گرامرتون بالا ببرید، و خوبی که SAT نسبت به تافل یا آیلتس داره، حتی خب اصلا بخش چجوری متفاوته، یعنی آفل تافل آیلتس فقط واسه اینه که شما سطح زبانتون رو ثابت کنید، ولی SAT واسه اینه که شما سطح هوشتون، سطح خلاقیتتون و سطح زبانتون هم هست، ولی خب بیس هستی برای اینکه شما سطح خلاقیت و هوشتون رو بررسی کنه این آزمون گذاشته شده. و همچون که داشتم میگفتم آیلتس و تافل نسبتا زبانشون به خاطر اینکه لسنینگ داره و اسپیکینگ داره میتونه یه ذره سخت‌تر زبان دفعه SAT باشه، اما گفتم قابل قیاس نیست، اون کاربردش چیز دیگه است و کاربرد SAT هم چیز دیگه است. همچون که گفتم چون بیشتر بر اساس به خاطر اینه که شما باید خلاقیتتون رو بسنجه، بخش ریاضیش غالب تر بخش زبانش. همونچه که گفتم برای بیشتر رشته‌های تاپ تو خود ترکیه شما نیاز به نمره های بالا دارید. خب توی SAT مثلا از 1600 اگه باشه، شما برای رشته مثلا پزشکی و دندون پزشکی، حالا چون رشته خودم رشته سلامته، برای پزشکی دندون پزشکی بگم تقریبا 14000، یعنی 1400 به بالا میخواید از 1600، و برای رشته مهندسی هم تقریبا 1300-1250. و اینم بگم دانشگاه های تاپ ترکیه با SAT ظرفیت برمیدارن، خب یعنی یوس هم برمیدارن، یه حالت دیگه شرکت توی آزمون های ترکیه و تحصیل تو ترکیه یوسه، ولی خب شما وقتی باید SAT هم بدید، SAT معمولا دانشگاه تاپ برمیدارن چون رشتهشون کاملا انگلیسی زبونه، و شما برای اینکه بخواید از طریق SAT وارد دانشگاه بشید بر اساس زبان انگلیسی باید تحصیل کنید، ولی خب بعضی وقتا مثلا 80% انگلیسی 20% ترکی، و همچنین بخواد رشته های سلامت، چون بعد از اینکه شما درستون تموم شد با مردم در ارتباطید، ترکی رو خود به خود باید یاد بگیرید. و این بود چیزی که ما در مورد SAT بهتون توضیح بدم. ممنون میشم اگه پیج دوست داشتید
این ویدیو رو دوست داشتید و اولین باری که پیج ما رو میبینید پیج زیروک سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و اگر هم دوست داشتید برای دوستانتون بفرستید و در ویدیو بعدی سعی کنم براتون آزمون یوس رو ضبط کنم، آزمونی که علاوه بر آزمون سیتی میتونید وارد دانشگاه ترکیه بشید. امیدوارم اون ویدیو رو هم کامل ببینید و اگه استفاده کنید و اگه سوالی داشتید حتما زیر کامنت ها از اون بپرسید. مرسی که همراهیمون کردیم، خسته نباشید.